که به عنوان سیاست در خاورمیانه به ویژه مملکت ما اجرا میشه، به نظر من دیگه اسمش سیاست نیست، یه جور کارهای دیگه است. گفتم کتاب های تازه که رسیده، دو تا کتاب که آخرین کار برای من آخرین باره، کتاب زیاد میرسه، رسیده از خانم شکوه میرزادگی است که من مقدارش رو خوندم، اما یه قسمت کوتاهیش هم براتون میخونم. نخست کتاب عشق و آزادی و حقوق بشر که در قسمتی که به نام خشونت و مذهب هست، یه تیکه کوتاهش رو براتون میخونم. میگه این روزها که دامنه خشونت داعشیان یا به قول خودشان دولت اسلامی به اروپا هم کشیده شده و همه جا سخن از خشونتی است که جان و تن انسان متمدن قرن 21 را آزرده میکند، باید بیشتر از همیشه به سرنوشت زنانی اندیشید که در مناطق مختلف خاورمیانه زیر دست و پای دولت‌های غیر قانونی و یا قانونی مذهبی به نام فرامین مذهبی شدیدترین خشونت‌ها رو متحمل میشن. بسیار زیبا. و اما کتاب دوم با نام وقت فراموشی نیست، خانم شکوه واقعا دیگه وقت فراموشی نیست، باید یک فکری بکنیم. البته خشونت راجع به زنان در خاورمیانه زیاده، ولی میدونید که یواش یواش داره خانم ها حکومت ها رو در دست میگیرن، که در این باره با خانم میرزادگی هم بیشتر صحبت خواهم کرد. در این کتابشون مطلبی رو کوتاهی رو از این کتاب میخونم به نام سخنی با خوانندگان این کتاب. ما ایرانیان همگی در هر کجا که باشیم، در یکی از مهمترین و حساسترین لحظه های تاریخ سرزمینمان زندگی میکنیم. حکومتی بود و نبود مادی و معنوی ما رو در حکومتی بود و نبود مادی و معنوی ما را در دست دارد که قوانین و عملکردهایش با معیارها و ضوابط علمی و امروزی جهان پیشرفته خوانایی ندارد. حکومتی که اموری چون حقوق بشر، دموکراسی، برابری های جنسی و جنسیتی و مذهبی و فرهنگی برایش بی‌معناست، یعنی معنی ندارد و تبعیض در همه ارکانش نقشی برجسته دارد. با درود بسیار، سرکار خانم شکوه میرزادگی مهمان بعدی من هستند که بهشون خیر مقدم میگم. متشکرم که آمدین شکوه خانم عزیز. سلام بر شما و سلام بر بینندگان اندیشه و سپاسگزارم که از من دعوت کردید که بیام خدمتتون. چطور شد که شما به فکر نوشتن کتاب افتادید؟ به ویژه این کتاب وقت فراموشی نیست. واقعا خیلی از ماها داریم یواش یواش فراموش میکنیم، یعنی چنان آلوده زندگی و زمان میشیم که یادمون میره که چه بلایی سرمون آمده و یادمون میره که به قول آخوندها در چه برهه از زمانی هستیم. چطور شد که بیاد این فراموشی افتاده شما؟ راستش من چند سال متوجه شدم که فراموشکاری خب در همه جای دنیا وجود داره، اما متوجه شدم فراموشکاری در بین مردمان سرزمین ما خیلی بیشتر فرزن از فراموشکاری در بین مردم آمریکا یا اروپا. و بعد رفتم دنبال این ماجرا، به این نتیجه رسیدم که فقط کشور ما نیست، در بیشتر کشورهای دیکتاتوری، دیکتاتور زده و به خصوص کشورهایی که مذهبی هستند با قوانین مذهبی اداره میشن، فراموشی در نزد اون مردم بیشتره. جالبه این فراموشی به هیچ عنوان ربطی به سلامتی نداره، یعنی مردم این کشورها، ماها مردم کشورهای دیکتاتور زده، به دلیل مشکل سلامتی نیست که فراموش میکنیم، دلایل مختلفی داره، از جمله سانسور. یعنی ما فرضاً خبرهایی که من از طریق برای میراث فرهنگی مثلا میگرفتم، متوجه می شدم که اینها گاهی وقتا لینک می دادم که این خبر مهمی بوده، یک خبرنگار با شرفی رفته بوده از یه ویرانی خبر رو داده بوده، من لینک این خبر رو می زاشتم و لینک هم می دادم. ظرف مثلا چند ساعت می دیدم که ایمیل میاد که این لینک کار نمی کنه. وقتی می رفتم می دیدم لینک میره به پوچی.
بعد متوجه شدم که مرتب کارشون اینه که مطالب رو میذارن بعد بر میدارن. در واقع مطالب اساسی از طریق نشریات به مردم نمیرسه و از طریق شایعات میرسه یا از طریق گوش به گوش میرسه یا دهان به دهان میرسه و طبیعیه که مردم فراموش میکنن. مورد مهم دیگه آموزش و پرورشه، یعنی جایی که اولین جایی که دبستان و دبیرستان و بعد دانشگاه که شما آموزش میبینید و این آموزشی که در ذهن شما میمونه. متاسفانه آموزشی که در کشورهای دیکتاتور زده میرسه به مردم، به جوانها میرسه، اینا آموزش درستی نیست بر اساس اون ایدئولوژی که اون حکومت داره. مثلا در نگاه، فرض میکنیم من کتابای درسی که مربوط مثلا به روانشناسی نگاه کردم، دیدم اون چیزهایی که خوششون نمی اومده مثلا فروید گفته از بین حذفش کردن، یا مثلا جامعه شناسی چیزهایی رو که برخی از آدمای گفتن که با اعتقادات مذهبی اینها نمیخونه حذفش کردن، یا مفاهیم و عوضی به مردم میدن. در این کشورها شما ببینین الان بنده یا شما بخوایم بریم مثلا راجع به آبراهام لینکلن بنویسیم، تمام کتابخونه ها میتونیم پیدا کنیم و همه مسائل همون گونه که اتفاق افتاده رو میتونیم پیدا کنیم و باهاش روبرو بشیم. یا مفاهیم همیشه مشخصه، یه چیزی بهش اضافه میشه ولی عوضش نمیکنن. به همین دلیل که یهو ما میبینیم که چیزی مثل دموکراسی تبدیل میشه به دموکراسی اسلامی، فمینیسم اسلامی، حقوق بشر اسلامی. یعنی دموکراسی یا فمینیسم یا حقوق بشر از محتوا خالی میکنن و بعد تبدیلش میکنن به اون چیزی که خودشون میخوان. در یک چنین بلبشویی طبعا هیچ چیزی درست تحلیل نشده، درست آموزش نشده، رادیو تلویزیون ها درست به مردم حالی نکردن در ایران، اینه که همه چی فراموش میشه. و تنها راهی که منم توصیه‌ام در این کتابو، چون در اینترنت مطالبش منتشر شده بود، اینها از بین میره در خارج از ایران که خب به خاطر اینکه از نظر مالی مشکلاتی دارن، آرشیوهای درستی ندارن، بعد از مدتی از بین میره و خبرهایی هم که در ایران اتفاق افتاده تکرار نمیشه. و من درست چیزهایی رو در این کتاب ها گذاشتم که مندگاریش لازمه برای آیندگان، برای اینکه مثلا اگر این کتاب رو من بدم به دخترم، فردایی که این تو هیچ کتابخونه ای نمیتونه پیدا کنه این خبرها رو، میتونه اقلا لای این کتاب رو باز کنه، نگاه کنه و بگه در این تاریخ این اتفاق در ایران افتاده و بتونه یک مثل یه تاریخ در واقع، تاریخ اجتماعی. به همین دلیل من توصیه‌ام این بوده که هر کسی با هر توانایی که داره اگر می نویسه، عکس می گیره، فیلم بر می داره، اینها رو ثبت و ضبط بکنه. و کاری هم که به نظر من رسانه های خارج کشور می کنن اینه که مسائل رو تکرار کنن، نترسن از این که تکرار میشه، برای اینکه اگر تکرار نشه در ایران فراموش میشه و فردایی مردمان دموکراسی رو همون گونه میبینن که دموکراسی اسلامی رو باید ببینن. مطلبی فرمودین بین صحبتاتون که حقوق بشر اسلامی، دیدم اخیرا آقای خامنه‌ای گفتن که ما حقوق بشر اسلامی رو بنویسیم که نشون بدیم به کسانی که دم از حقوق بشر میزنن. من بسیار خوشحالم که میخوان این کار رو بکنن. بسیار کار خوبی دارن میکنن و بنویسن و تا موقعی که نوشته نشه و به صورت تئوری همین کارهایی رو که میکنن جلو دوربین های تلویزیون های جمهوری اسلامی و غیره و مطالب 90% مطالب خرافاتی به مردم یاد میدن، یعنی مردم رو به روش خیلی علنا راجع به جن صحبت میکنن، واقعا که اجنه وجود دارن و اینها هزاران سال عمر میکنن و یک حالت وحشت در مردم ایجاد میکنن که تو خونتون ممکنه جن باشه یا کتاب جن باشه. اصلا شما ببینین یکی از این
ملاها روی در منبر به مردها میگه اگر شما برای همسرتون وسائلی مثل ماشین لباسشویی یا ماشین رخشویی این چیزها رو بخرید، این زن به جای اینکه کار رخشویی و غذا پختن و نمیدونم ظرفشوییشو انجام بره، میره میشینه پای اینترنت و فاسد میشه و شما گناهکارید. اصلا باور کردنی نیست که در قرن 21 ما با چه فجایعی روبرو میشیم و به خصوص در مورد زنها. امیدوارم کتاب حقوق بشر اسلامی رو یا بیانیه حقوق بشر اسلامی رو به هر چه زودتر بنویسن، ما هم یاد بگیریم که چگونه میشه با قوانین 1400 سال پیش ما بتونیم که دموکراسی داشته باشیم. در این زمانی که با دوربین 10 سال پیشمون دیگه عکس نمیگیریم و احتمالاً همه چیز دگرگون شده و خیلی ها معتقدن در این 30 ساله اخیر دنیا به اندازه 3000 سال پیشرفت کرده که امروز من و شما هر کدام در یک گوشه‌ای از دنیا میتونیم تصویر همو ببینیم، با هم دیگه صحبت بکنیم و لباسامون رو باید بریم تو تشت بشوریم و موش بزنیم و اینها. اجازه بدید که با هم دیگه ما باید به چند پیام تبلیغاتی برنامه با هم دیگه نگاه بکنیم، نگاه میکنیم و برمیگردیم. بسیار ممنونم از لطف و محبتتون. کتاب وقت فراموشی نیست، 2 تا تکست داشتم و همینطور یک ایمیل که گفته بودم کتاب ها رو چگونه میشه فراهم کرد، البته از آمازون. بله بله آمازون. اجازه بدید نگاه بکنیم به تبلیغات رو برگردیم و با شما هستیم. برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا میکنید. مهمان عزیز من خانم شکوه میرزادگی هستند. با ما باشید. World Film Festival، فستیوال جهانی فیلم در سان فرانسیسکو با حضور برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا میکنید و مهمان عزیز من خانم شکوه میرزادگی هستند که بارها در برنامه های من بودن، اما مناسبتشون این بار به خاطر 2 جلد کتابی است که منتشر کردن. خانم میرزادگی عزیز، داشتم نگاه میکردم به فهرست کتاب عشق و آزادی و حقوق بشر که خود فهرست رو که میخونین درش بسیار مطالب هست، مثل خشونت و مذهب، حسرت آزادی های آشکار، نیازمند نفسی بلند که همه واقعا نیازمندش هستیم، در آرزوی استقلال و آزادی و آدرس عوضی آزادی، آدرس عوضی آزادی، آزادی خواهی صدایی که خاموش نخواهد شد. امیدوارم اینطور باشه و حتما اینطوری هست. به هر حال به یک جا برخورد کردم که نوشتین روزی که دیکتاتورها از آن میترسن. اون چه روزیه که دیکتاتورها میترسن؟ اون روز رو زودتر بیاریمش. روز صدور حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر جهانی. برای اینکه من در این مطلب توضیح میدم که به چه دلایلی دیکتاتورها از حقوق بشر، از اعلامیه حقوق بشر میترسن، و به همین دلیله که برای خودشون یک حقوق بشر دیگه درست میکنن و میگن این حقوق بشر نیست. بعد متاسفانه مشکلاتی که به وجود میارن اینها، همون در مورد یه جای دیگه گفتم، آدرس عوضی آزادی، آدرس ها رو به مردم عوضی میدن و اگر که راجع بهش صحبت نشه مرتب که چرا، چه فرقی میتونه داشته باشه حقوق بشری که اینها اسمش حقوق بشر گذاشتن و به قول آقای آیت الله خمینی که میگفتش که اول ما باید ثابت کنیم که اینها بشر هست.
بعد بگیم ما باید حقوق بشرشون رعایت کنیم. و دلیلش هم این بوده که اگر کسی بشر نبوده، یعنی کسی بوده که به اسلام اعتقاد نداشته، و چون به اسلام اعتقاد نداره بشر نیست، و چون بشر نیست حقوقی هم نداره. در واقع من سعی کردم، من خیلی در این بخش‌های دیگه‌ای هم هست که توضیح دادم که چگونه مسئله حقوق بشر برخی رو، مثلا همینطور که شما گفتین در مورد سیاست امریکا گفتم، میان میگن این حقوق بشر به چه درد میخوره که فقط به درد غربی ها میخوره، ولی توجه به این ندارن که این در واقع ضایع کردن یک مسئله است که به تک تک انسان ها مربوطه. ما از زمانی که حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اومده 50-60 سال، بیشتر نیست، 63-64 سال بیشتر نیست، ولی ببینید چقدر تفاوت کرده. یعنی 40 سال پیش اصلا راجع به حقوق بشر کسی صحبت نمی کرد. الان کشورهایی هست که قوانینشون رو تغییر دادن بر اساس حقوق بشر، و باید به هر شکلی شده حمایت کرد. و بله الان خیلی ها سوء استفاده میکنن، خیلی ها میگن که چرا مثلا به فلان کسک جایزه دادن که اصلا حقوق بشر نمیدونه چیه. همه این اتفاقات ممکنه بیفته، ولی هر حرکت اجتماعی، هر حرکت مفید اجتماعی زمانی به بار میشینه که مردمان بیشتری از اون حمایت بکنن. و من فکر میکنم به خصوص در جوامعی که مثل حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی هست، هر چقدر که ما صدای حقوق بشر رو بیشتر بلند کنیم و راجع بهش بیشتر صحبت کنیم و مفاد اون رو مرتب تو برنامه ها مذکر کنیم، هر برنامه مثلا تلویزیونی داریم هر دفعه یکی از بندهای حقوق بشر رو درش اون زیر بنویسیم، این کمک میکنه به اینکه مردم بفهمن حقوق بشر چیه. و حقوق بشر اینه حقوق خودشونه، اون وقت میفهمن که در ایران چقدر حقوق بشری و انسانیشون ضایع میشه. اولا شاید بینندگان ما بدونن از همون موقعی که تلویزیون اندیشه شروع شد، من تمام این 30 ماده حقوق بشر رو که به صورت فیلم کوتاه بسیار جالبی هر کدومش درست شده بود با زیرنویس اوائل برنامه ها پخش میکردن و هنوز هم پخش میکنیم و هر موقع که فرصت بشه، و این کاریست بسیار جالب. و نظر منه بخواید، به نظر من قوانین اساسی تمام کشورها باید اولش این حقوق بشر باشه. برای اینکه من وقتی که به تمامش گوش میکنم یا نگاه میکنم، واقعا فکر میکنم که چقدر با دقت و چقدر انسانی نوشته شده و اصلا بیماننده. و اگر دنیا این قانون حقوق بشر رو که ظاهرا همشون رأی دادن در سازمان ملل و تصویب کردن ولی بسیارشون رعایت نمی کنن، اگر واقعا رعایت بکنن میگن دنیا گلستان میشه، واقعا گلستان میشه. بله بفرمید خواهش میکنم. و من حتی در ارتباط توی باز یک مطلبی هست در ارتباط با روشنفکر در قرن 21 نوشتم دیگه، روشنفکر بعد از اعلامیه حقوق بشر بدون توجه به این اعلامیه روشنفکر نیست. یعنی این روشنفکرات، ما یک چیزهای مختلفی داشتیم، تعریف مختلفی داریم برای روشنفکر، ولی اگر این روشنفکر به هر دلیلی، مثلا ما روشنفکرانی داریم که به نسبیت فرهنگی اعتقاد دارن، یعنی میگن که خب اگر که زن غربی چادر سرش نمی کنه در فرهنگشه، ولی شرقیه در فرهنگشه چادر سرش کنه. حتی در انگلیس چند سال پیش، نمیدونم شما هم اون موقع انگلیس بودیم، من یادم میاد چند سال پیش یکی از این نماینده های از این افراد سفارت با یه دختر 12 ساله ازدواج کرده بود و خب این در قانون انگلیس غیر قانونیه. اینو میخواستن این آقا رو اخراج کنن، وکیلش اومده بود میگفتش که این در کشور شما همچین چیزی نیست، ولی این جزء فرهنگ ماست.
این نسبیت فرهنگی ظلم بسیار بزرگی کرده. حالا یه موقعی اگه فرصت بشه در یه برنامه اصلا راجع به این مسئله نسبیت فرهنگی که چگونه چه ظلمهایی رو بر شرق خاورمیانه و کلن و ما روا داشت باید صحبت کرد. ولی مسئله اینه که وقتی شما یک روشنفکر دیگه نمیتونه بگه که من روشنفکرم ولی به نسبیت فرهنگی اعتقاد دارم. چرا؟ اون موقع برای اینکه اگر مفاد اعلامی حقوق بشر رو بخونه میفهمه که همه انسان ها در همه جای دنیا با هم برابرن، هیچ تفاوتی ندارن و این تفاوت فقط در این نیست که قدشون منزه هم باشه، حقوقشون مثل همه و اون چیزهایی رو که ارزشمنده برای یک انسان برابره. به همین دلیل من حتی معتقدم اگر روشنفکری به حقوق بشر اعتقاد نداشته باشه نمیشه بهش گفتش که روشنفکر، اون میتونه یه اسم دیگه ای داشته باشه، یا میشه بهش گفت روشنفکر مثلا قرون وسطا، روشنفکر قرن 19 هم، یه همچین چیز. الان روشنفکر اسلامی داریم دیگه، روشنفکر اسلامی داریم به هر حال. ببخشید در همین کتاب روشنفکر مذهبی میگن، ولی روشنفکر مذهبی به نظر من، حالا نوری علا بهشون میگه متفکر مذهبی، ولی من میگم روشنفکر مذهبی، اما کارش اون فرق میکنه با روشنفکر عام. این به شرطی میتونه روشنفکر مذهبی باشه که بتونه قوانینی رو که در مذهب هست با به نسبت روز امروز انسان امروز تغییر بده. به اون میگن که یه روشنفکر مذهبی، یعنی روشنفکر مذهبی که بگه الان تو مذهبمونه و خب چادر جزء فرهنگ ماست، این دیگه روشنفکر مذهبی هم نیست. اون کسیه که تو در اثر نشسته و میگه که انسان امروز، زن امروز لزومی نداره که بکنینش توی کفن، توی چادر یا هرچی. به هر حال اون هم برای خودش یه شرایطی داره، هر کدوم سیاست مداره روشن فکرم داریم که اون هم باز همون مسائلش فرق میکنه با دیگران. به هر حال نظر دیگه. خب اولا من از اتاق کنترل خواهش میکنم یکی دو تا از همون فیلم های کوتاه حقوق بشر رو حاضر بکنن که نگاه بکنیم و یادآوری میکنم که چه کار زیبایی است که انجام دادن و ما اولین یا شاید تنها رسانه‌ای بودیم که این کار رو شروع کردیم و انجام دادیم. یادم افتاد الان که گفتین، من یادم اومد. بله بله. و در همین کتاب وقت فراموشی نیست تا قبل از اینکه اون حاضر بشه، در همین مطالبی که فرمودین برای تاییدش میگه حافظه فرهنگی ما رو پاک کردن. واقعا حافظه فرهنگی رو پاک کردن خانم میرزادگی عزیز؟ بله پاک کردن. اتفاقا من در همون مطلب توضیح میدم که چگونه حافظه فرهنگی ما رو پاک کردن. یعنی اینکه ما زمانی که قبل از اینکه اسلام بیاد در سرزمین ما، یعنی اینکه مهاجمین مسلمان تازه مسلمان شده حمله بکنن به ایران، ما در ایران چیزهایی داشتیم که اصلا این هیچ جنبه ناسیونالیستی افراطی نداره، یه واقعیت که تو کتاب‌های تاریخ وجود داره. دانشگاه جندی شاپور داشتیم که آدم‌هایی که حتی توی کشورهای دیگه نمیتونستن راجع به مذهب صحبت کنن، ممنوع بود، می اومدن در جندی شاپور بهشون خونه میدادن، اتاق حجره میدادن، هر چی که کار کنن. ما به هر حال توی کشور ما کسی آمده بود که مذهب رو آزاد میکرد، مثل کوروش بزرگ. در دوران ساسانیان زن و مردمون، ما زن و مرد، من ثابت کردم در یه کتابی که نوشتم و با سند و مدرک که دوران الانه که اصلا نمیشه صحبتش کرد، ولی کسانی که زنانی که در تخت جمشید، مهندسین و کارگرانی که در تخت جمشید زن به عنوان زن کار میکردن، به عنوان مهندس، کارشناس، هر متخصص هر چی، اینها مزایا و حقوقشون، اولا تعدادشون به نسبت جمعیت از زمان آخرین سالی که
قبل از انقلاب که با الان اصلا قابل مقایسه نیست بیشتر بود و مزایایشون از امروز درست مساوی اون چیزی هست که امروز در امریکا وجود داره به نسبت اون چیزهایی که رفاهیه، یعنی اون چیز رفاهی که وجود داشت به زنها میبخشیدن. خب اینا اومدن و کشور ما رو گرفتن، مدام بابت هر کدوم از این چیزها زدن توی سرمون که خفشین، اینها حرامه، همطور که نمیدونم نقاشی، مجسمه سازی، همه اینا، این نوعی پاک کردن حافظه یک ملت، یک سرزمینه، مردمان یک سرزمینه. و بعد این تکرار شد، همینطور در دوران دیگه ما میرسیم به صفویه، یک جور دیگه ای حافظه ای ما رو پاک کرد و چیز دیگه ای به جاش نشونده. به همین دلیل تمام اون چیزهایی رو که مثلا ما در ارتباط با سیاوش داشتیم، اینها رو تقدیم کردن به حضرت علی. خب خیلی خوبه، چیز خوب آدم چند بار تکرار کنه، ایبی نداره. یا چیزهایی رو که آناهیتا به آناهیتا نسبت داده میشد، خدا زن ایرانی، همه رو به حضرت فاطمه دادن. هیچ اینم عیبی نداره، اینجور هر چیز خوب رو باید تکرار کرد. ولی چیزهایی که با اون مخلوط کردن حافظه ما رو از اصل اون ماجرا پاک کردن و ما رو تبدیل کردن به آدمهایی که دیگه فقط میتونیم چیزهایی رو یادمون بیاد که به ما تحمیل کردن، نه چیزهایی رو که در حافظه تاریخی ما وجود داره. در حالی که مثلا در آمریکای اروپا به راحتی اینها همه حافظه تاریخیشون رو از دوران روم، سزار تا امروز همه رو دارن، همه وجود داره، همه تو کتابخونه هاشون هست، راجع به همه صحبت میکنن. در دوره رنسانس هم که همه میدونیم چه کردن. ولی به هر حال اون هم در واقع من توضیحاتی است که در ارتباط با این مسئله دادم. اولا راجع به سیاوش و اینها گفتید و سعیدی سیرجانی، بزرگواری مثل سعیدی سیرجانی ضحاک ماردوش رو هم نسبت داده بعضی این مسائل در کتاب معروف ضحاک ماردوشش. اگر اتاق کنترل حاضرن کوتاه نگاه میکنیم به دو تا یا یکی از این قسمت های کوتاه مربوط به اعلامیه حقوق بشر، با ما باشید. تعدادش 30 تاست که ما پخش کردیم و یه دونه دیگه‌ش هم اگر حاضره با هم نگاه کنیم. Anybody out there? This is right. Why don't you just tell me what I did, please? Somebody just tell me. Gosh, I should talk to somebody. بله، با تشکر از اتاق کنترل. اولا به اجازه بدین که به موضوع صحبت رو با اجازه شما عوض بکنیم، بریم به سراغ دنیای خانم ها که این روزها مسئله شده و به همین امروز یک بانوی انگلیسی نخست وزیر انگلستان شد. در انگلستان نخست وزیر یعنی همه کاره،
یعنی سرکار خانم الیزابت دوم تقریبا که چه عرض کنم حتما تشریفاتی هستن و احترام ویژه‌ای هم براش قائلن. 90 سالگیشون بوده، امیدوارم که سالهای سال عمر داشته باشن. و یادمون باشه اولین بانویی که در کار سیاست انگلستان نخست وزیر شد خانم مارگارت تاچر، معروف بود به بانوی آهنین. و اون موقع من در انگلیس بودم و جالبه که مدتی با ملکه قهر بود و به دیدارش نمی رفت و یک زن با قدرتی بود که یادش گرامی باد. و خانم ها در بعضی از مواقع، در بسیاری از مواقع، بنده چون مردم جرات ندارم بگم در بعضی مواقع، در همیشه بهتر از آقایون فکر میکنن و بهترن آقایون. حالا خانم تریزا می که شد نخست وزیر انگلیس، اما یادمون باشه که خانم مرکل در آلمان واقعا زن با قدرتی است و این زن در مقابل مردان نیسته و در بسیاری از کشورهای جهان این زنان هستند که حرف اول سیاست رو میزنن. خانم گاندی الان در رهبر یکی از احزاب با نفوذ در هندوستان، خودش در ایتالیا دنیا آمده و همسر گاندی بود که اون گاندی جوان که ترور شد، همیشه اشتباه میکنن با گاندی بزرگواری که پیام آزادی و مقاومت مدنی رو به دنیا داد. به هر حال شما در مورد برای این خانم گاندی و شما در مورد دنیایی که داره زنانه میشه چی فکر میکنید خانم میرزادگی عزیز؟ جالب، این خانم ترزا زن عجیبیه. بهشون یعنی از سالهاست که همه میگن که این داره قدم به قدم جا پای خانم تاچر میذاره، یعنی شباهت عجیبی از نظر قدرت تصمیم گیری داره. زنی که 6 سال وزارت کشور رو گردون در انگلیس و کارهای عجیب و غریبی هم کرده، یعنی اینکه البته خیلی باش مخالفن، میگن این دست راستیه، ولی خودش بارها گفته من یک فمینیست هستم و کارهاشم نمیشه گفت که کاملا دست راستیه. اصلا هر کاری رو که فکر میکنه که درسته و اصولی انجام میده. مثلا کاری که یکی از کارهای متضادی رو که کرده بودیم بود که مثلا در سال فکر میکنم 2011 یا 2012 بود که وقتی که خانم مریم رجوی میخواست بره به انگلیس برای سخنرانی، ایشون وایساد و گفتش که اجازه نمیدیم که ایشون بیاد. خب یه عده‌ای مخالفت کردن از نمایندگان و بالاخره دلایل قانونی آورد که به نفع بریتانیا نیست که این خانم بیاد. اون موقع خب زمزمه های تو ایرانی ها من یادم میاد که پیچیده بود و میگفتن که بله حتما این خانم میخواد با جمهوری اسلامی بسازه، ولی ایشون مقابل جمهوری اسلامی هم بر سر وقتی که میخواست سفارت کنه تشکیل بشه ایستاد و تلاش کرد که به راحتی نتونن این کار بکنن. و خیلی در موقعی هم که وزارت کشور بود همه میگفتن که او یکی از موانعی که ارتباط بین بریتانیا و جمهوری اسلامی رو مانع میشه. حالا بگذاریم، ولی از همه اینها که خیلی الان امیدواریه، در حالی که این خانم خودش جزو کسی بود که مخالف بیرون آمدن بریتانیا از اروپا بود، ولی از اتحادیه اروپا، ولی الان میگه که مردم رأی دادن و رأی مردم محترمه، ولی همه سعیش رو او یا میخواد بکنه که یه جوری این ارتباط رو برقرار کنه در حالی که مردم بریتانیا مستقل هستن. ولی در مورد این که من معتقدم به زن و مرد، من اعتقاد به برابری زن و مرد دارم، نه برتری زن یا برتری مرد. و معتقدم که اگر زنانی شایسته هستند، یعنی شایسته سالاری باید باشه، نه اینکه کسی زنه یا کسی مرده. و الان چون زنانی پیدا شدن
که همدوش مردها هستن، یعنی شایستگی پیدا کردن، دیگه نمیتونن اینها رو کنار بزنن و مردم با رغبت به اینها رأی میدن و اینها میان و کارهای بزرگی رو در نظر میگیرن. همون خانم مرکل الان یه قولیه برای خودش که حرف که میزنه اروپا تکون میخوره. مسئله مهاجرت رو او وایستاد که مردم رو در واقع بسیج کرد که مهاجرین رو بپذیریم. حالا کار ندارم که بعدش مسائل دیگه ای پیش اومده. الان مثلا این خانم ترزا اعتقاد به این نوع مهاجرت ها نداره که بتونن به راحت مردم مهاجرت کنن. اینا یعنی در واقع منظورم اینه که هر کدوم از این زنا برای خودشون قدرت دارن. یا خانم هیلاری کلینتون، چه ما با هاش موافق باشیم چه مخالف، به هر حال یه زن قویه. اصلا حیرت انگیزه، شما نگاه کنین هر کدوم از این اتهاماتی که به این خانم زده شد میتونست یه آدمی رو نابود بکنه، ولی این پله پله همینطور ایستاد. و اینم تازه نبوده، ایشون از سالها قبل، از همون وقتی که آقای کلینتون دروغ گفت و خیانت به ایشون کرد، ایشون برنامه این رو داشت که بتونه رئیس جمهور بشه و جا خالی نکنه به خاطر مسائل عاطفیش. اما بگذاریم که در زمان آقای اوباما بسیاری از زنان فمینیست آمریکایی معتقد بودن که یکی از دلایل شکست این خانم این بوده که به جایی که این آقای کلینتون رو رد بکنه صبوری کرده برای اینکه به اهدافش برسه، و به این دلیل که کم آورده از آقای اوباما. ولی بعد ما الان میبینیم که این آقای کلینتونه که دنبال ایشون راه افتاده و مرتب داره ایشون رو دنباله ایشون هستش برای اینکه موفقیت ایشون و در مورد ایشون صحبت میکنه. و الان میبینه آدم که این قدرتی که این زن داره حیرت انگیزه. من اصلا راجع به مثبت و منفی صحبت نمی کنم، ولی حیرت انگیزه. و این تلاش هایی که این زن کرده و میجنگه، مدام داره میجنگه در این سالها. خب زنهای ما یاد گرفتن آقای کاردان، یاد ما وقتی میگم زنهای ما یعنی زنهای جهان ما یاد گرفتن، ولی متاسفانه در سرزمین ما، من این حرف اگر بزنم دردناکه برای خودم اول، چون خودم رو همچنان همیشه یک زن ایرانی میدونم، دردناکه که بگم ما 38 سال مدام مبارزه کردیم، حالا هر نوع مبارزه به هر شکلی، ولی بعد از 38 سال ما فقط 2 تا تونستیم قانون جمهوری اسلامی رو تلطیفش کنیم. 2 تا، یکی این که دخترها به جای 9 سال اگر که پدرشون راضی باشه 13 سال ازدواج کنن، یکی این که دیه زن و مرد مساوی بشه. و این دردناکه. ما که درست تا زمان انقلاب جزو کشورهایی بودیم در خاورمیانه که ما و عراق بالاترین حقوق رو زنانمون داشتن، به جز چند مورد که اون هم در ارتباط با مذهب بود، ما با زنان اروپایی هیچ تفاوتی نداشتیم از نظر حقوق. ولی همه این رو ازمون گرفتن و 38 ساله نتونستیم 5 تا اینا رو به دست بیاریم، و این فاجعه است. اون وقت من دلم میسوزه وقتی که میگن که خب زنا، خیلی از اصلاح طلبا میگن بله زنا موفقن دانشگاه، نمیدونم 60% رفتن دانشگاه، ولی صداشون در نمیاد که از این 60% که رفتن دانشگاه کمترین درصد، یعنی 12%شون وارد بازار کار شدن. ولی اگر قبل از این انقلاب که تازه 38 سال معقب بودیم از زمانه، در اون زمان درصد زنایی که میرفتن سر کار از کسی که میرفت دانشگاه یه چیزی بالای 30% بود. اینا متاسفانه گفته نمیشه به هر دلیلی، و من فکر میکنم حقایق رو باید گفت، حتی اگر این حقایق مربوط به دلخواه ما نباشه، ولی باید حقایق گفت. به هر حال من امیدوارم که زنهای ما شاید اثر بذاره این حرکت جهانی که داره در مورد زنها
پیش آمده و من اعتقاد دارم همین خانم ترزا، خانم کلینتون، خانم مرکل، همه اینها هر چقدر که دنبال اقتصادشون و سیاستشون و غیره و غیرشون باشه، وقتی با ایرانی، با کشورهایی مثل ایران در ارتباط قرار میگیرن، یادشون هست که زنن و باید اتفاقا خطابشون قرار داد و بهشون گفت که شما یک زن هستی و ببینید که در ایران به سر ما چه داره میاد. برای من یک نکته واقعا تراژدی است که به مقامات اسلامی در ایران واقعا برای زنان به اندازه یک انسان واقعی ارزش قائل نیستن. وقتی که به خبرهاشون نگاه میکنم، به مصاحبه ها و قوانینشون و غیره، میبینم با چه جرأتی زنان رو تحقیر میکنن. نکته جالب برای من این بود که البته من بعضی ها رو با نگاه طنز بهش نگاه میکنم، چند زن چادر به سری که به مجلس اسلامی راه پیدا کردن، اونها هم از حقوق زنان دفاع نمی کنن، نه علیهشون صحبت می کنن. آره خانم شقایق اسمی همچین اسمی داشتن، ایشون مدام می گفتن کار زن اینه که در خونه باشه. بعد اون موقع من یه ستونی داشتم از نگاه یک زن، می نوشتم که خانم بچه تو مجلس نشستی، اگه زن ها قرار تو خونه باشن تو چرا رفتی اونجا؟ بله اونا بدترن، اینها درست بیشتر از مردهاشون، برای اینکه اینا آگاه نیستن، برای اینکه اینا در واقع وسیلن می آوردن اونجا برای اینکه ویترینشون رو پر کنن، وگرنه هیچ فرقی با مردهای با اون آخوندی که اون حرفا رو در مورد زن ها میزنه ندارن، هیچ ندارن. و متاسفانه این وضعیت هست، اما دنیا همطور که میگید داره به سوی این میره که بر زنها احترام و اعتقاد و باوری رو که در مردم وجود داشته که زن نیمه مرده، این رو از بین ببره و بسیار برده. ما میبینیم الان مردان زیادی هستن که برای پیروزی زنها دارن تلاش میکنن. من باور کنید هر بار که میبینم که مردها در ایران قدمی رو دارن برمیدارن در ارتباط با آزادی زنها، وقتی میبینم به مردهای ایرانی اجازه میدن که برن سیغه بگیرن چارتا و مردا علیه سیغه حرف میزنن، فکر میکنم آفرین بر اون مرد، یعنی به اون یک امتیاز بیشتر از یک زن فمینیست میدن، به خاطر اینکه اون از حقی که بهش دادن میگذره. یعنی به زن حقی رو نمیدن، ولی به مرد یه حقی رو دارن میدن که این به خاطر ناحق بودن اون حق اونو زیر پا میذاره و این قابل احترامه. من اخیراً نامه هایی رو که از ایران میاد توی برای فیسبوک و اینا میاد، می نویسن که مثلا ما ازدواج کردیم و من حق سفر، حق چیچی، حق چیچی، تمام حقوقی رو که یه زن مثلا در آمریکا و اروپا داره به زنم توی نامه تقدیم کردم موقع ازدواج، زنم نمیخواست ولی من اینو بهش دادم. خب این قابل احترامه و این نشون میده که یعنی این آدم ها میتونه امیدوار بکنه و هیچ راهی وجود نداره جز این که ما هم به این سمت بریم. حالا ممکنه بنده در این سن و سال نبینم اون روز رو، ولی یقین دارم که نسل جوان امروز شاهد اون خواهد بود که بتونه برابری زنهای ما رو، اصلا تبعیض و نبود تبعیض رو در سرزمین ما ببینه. من امیدوارم. منم امیدوارم، خیال میکنم یک ملتی هم امیدوار هست. با تشکر بسیار از شما که محبت کردین در برنامه بودین، برای هر دو کتابتون تبریک میگم. اجازه بدید اعلام بکنم به بینندگانمون، چون تکست فرستادن و ایمیل فرستادن، بگم در آمازون میتونن خریداری بکنن، خیلی ساده است و اگر خودتون نمیتونید، بچه‌ها این روزا برادر همه کار رو انجام بدن. شوخی میکنم. و به هر حال تشکر مجدد از شما و باز هم امیدوارم که در برنامه‌های ما شرکت کنید. سپاسگزارم از شما و شب و روز بینندگان
خوش. و همینطور شما. و با تشکر از اتاق کنترل آقای بهروز مشکیار کارگردان فنیمون و با تشکر از شما که به برنامه‌های تلویزیون اندیشه توجه میکنید، با شما بدرود میگم و شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. با امید دیدار.